ایشون میگه کمیشن میگیرن توی گمرک کار میکنن. اگه توی گمرک هست و کارشون این هست که حقوق میگیرن از دولت، هر نوع رشوه‌ای به اسم کمیشن اسمشو میذارید، هر چی اسمشو میذارید. اگه حقوق میگیرن از دولت به خاطر کارشون، در نتیجه رشوه گرفتن از مردم حرامه. رشوه حرامه از مردم بگیرن، حالا به هر اسمی باشه. ولی اگر نه، این ایشون معاملات مردم رو، کالای مردم رو ترخیص میکنن از گمرک و در مقابلش کمیشن میگیرن. و این قانون این اجازه رو بهشون داده که برای به خاطر ترخیصی که دارن انجام میدن این کار رو بکنن. ولی اگر نه خیر، اینطوری نیست، بلکه کارمند هستن در گمرک، نه خیر، ایشون حقوق میگیرن، دیگه کمیشن هیچ معنی نداره. هیچ معنی نداره گرفتن کمیشن، برای خودشون یه چیزی بگیرن که کار کالای مردم رو ترخیص کنن. این حرامه ولی حقوقشون حلاله. برای شما حقوقی که پسرتون میاره اونجا کار میکنه و حقوقی که میاره برای شما به اندازه حاجات و نیازتون درسته، چون کل پول ایشون همش از این کمیشن ها نیست. اگر تنها درآمد ایشون رشوه هست، اون وقت خوردن مالش هم حرامه. ولی اگر درآمدی داره حلاله، حقوق میگیره ماهانه، این حلاله. به اضافه این رشوه هم میگیره که حرامه، چون حرام و حلال رو قاطی میکنه. شما به اندازه نیازتون میتونید از استفاده کنید و گناهش هم گردن خودش هست، گناهش گردن پسرتون هست که اگر رشوه میگیره.